ملت ایران رو یا صاحب بشن یا به بیراهه ببرن. عرض میکنم که من اینجا یه نفره تنهایی هستم و اون چی که به نظرم میرسه میگم. 30 سال واسادم و اجازه نمیدم کسایی که تا دیروز چمدون ببره، این خواننده اون خواننده، بخچه بگیره این بودند اون بودند، یا نه اون یکی سیمون ورزشکار بوده ماسل درست میکرد، حالا برام میگه پرچم چیه و من تهدید میکنه میخواد من در وحشت بذاره بگم فلان، که من نمیفهمم این میفهمه بگم چش. به سیمون و سیمونا میگن که بابا خیلی بچه تر از این هستید که بخواید منو به اصطلاح چجوری میگن من تهدید بکنید یا به من تهمت بزنید یا به من توهین بکنید. این کارا خیلی بچگونه تر از اونی که فکر کنید نتیجه در من داشته باشه. میبینید که من روز به روز راسختر و کارهایی که نمی کردم هی دارم اختار میکنم. نکنید به این آقای قاسمی، با اون آقای شبخیز، با اون کوروش بیبیان، با اون آقای میرچی، با اون آقای تلویزیون اندیشه، آقای نادر دورمانی، به اینا دارم میگم نکنید. ما ملت میدونیم کی هست کی نیست. ما نمیتونیم میرحسین موسوی برای ما قهرمان بسازید، رفسنجانی، آقای نادر دورمانی، آقای نمیدونم فلانی، اون کیه کدیوره، نمیتونید برای ما قهرمان بکنید. آخه نمیشه که تا دیروز شما خود این آقای اندیشه، تلویزیون صاحب اندیشه، آقای نادر دورمانی میگه من 90,000 دلار دبی آگهی دارم نمیتونم صحبت سیاسی بکنم، حالا من یکی کی موقع اسم میبرم، نمیخوام اسم ببرم، فلان کس، فلان خبرنگاری که آگهی بگیره فلان تلویزیون هم هست، ما تو برنامه میگه شب یه شب یه نفر اومده رو خط تو برنامه آقای سهراب اخوان اسم رضا پهلوی رو آورده، اون کارمند فلان تلویزیون که مجری هم هست آگهی هم میگیره، زنگ زده به اربابا در دبی که دیشب تو تلویزیون اندیشه اسم رضا پهلوی اومد، آقای نادر دورمانی میگه 18,000 آگهی من قطع شده، من غلط میکنم دست به چیزای سیاسی بزنم، خودش به من میگه حالا سیاسی شده. آخه نمیشه بعد بشید سیاسی، هیچ اشکال نداره، ولی نمیتونم محسن کدیور دفاع کنید، امیرحسین موسوی دفاع کنید، رفسنجانی دفاع کنید، میتونید دفاع کنید، بیاد بگید که ما موضعمون چیه. و الان من اینجوری میگم، یه ذره یه جلو برید بعد میگم که چه چیزای دیگه به من گفتی. اصلا اون خبرنگاری کی بودی که میگید که عامل جمهوری اسلامی، خود آقای نادر دورمانی به من میگه عامل جمهوری اسلامی که از اینجا لس آنجلس خبر میبره به، تازه اینا که با دبی کار میکردن میگفتن بین خودشون هم عوامل دیگه جاسوس داشتن، همین چهرهای محبوبی که شما میبینید، همین چهرهای محبوب جاسوسای اینا بودن، بین خود تلویزیون ها یه سری از این مجره تلویزیون جاسوس بودن و اساس صحبت خود اینا و برندگی جاسوسی میکردن. به قول این آقای درمانی یاری برتی سیاه قلب، سیاه قلبیش اینه که جاسوسی اینا رو کرد آگه اینا قطع شده. حالا نمیشه که آقا جد شما ماشین فروش ما موفق در تورنتو، حالا بیا اینجا برای من با پول تورنتو با پول ماشین، نه به هر حال بیزینست نمیشه که الان بیاد شما یه دفعه از من گوش بدم بشینم نگاه کنم شما از گروه رفسنجانی و از گروه میرحسین موسوی دفاع کنی و من هیچی نگم، نمیگم، از هیچی هم نمیترسم، دست همه رو رو میکنم. تا اینجا هم خیلی مؤدب بودم، خیلی خیلی مؤدب بودم، خیلی آدم محافظه‌کارانه رفتار کردم که آبروی کسی به خطر نیفته، ولی که دارم میگم ما حداقل خودتون بیاد اعلام بکنید. من هیچ ابایی ندارم، هیچ مسئله نمیدونم که آقای قاسمی بیاد تو تلویزیونش بگه آقا من این جناح دفاع میکنم، حالا بشکنه بالا بندازم تموم شده، جنازه کشیم تموم شده، تشییع جنازه‌ام تموم شده، حالا میخوام کار سیاسی بکنم. حالا ما بفهمیم این آدم دانشمند سیاست مدار عجیبه، پین آخه این سمبل کدوم جبهه است، کدوم جناحه این قاسمی، ببینیم تفسیری که داره میکنه یا میکاپیز از کدوم جناح داره دفاع میکنه، حتی بفهمید سمبول این جناح بدبخ ایناست. این یه موقعیت حساس ملی میهنیه، این موقعیتی که برای تمام دنیا پیش اومده، منافع تمام دنیا به اضافه در سطر و منافع ملت ایران در اینی که ما بتونیم به یک آزادی و دموکراسی و حقوق بشر برسیم و این ماجرا رو نمیتونن یه سری بیزینسمن، یه سری که هر روز رنگ عوض میکنه. آخه نمیشه، این سیاست کار ساده نیست که تو از تشییع جنازه بپری اونجا، یا اون آقایی که نمیدونم همه اینا هستن دیگه، چجوری اون یارو فقط شقلی که لب میزد آهنگ میخواد سیاست مدار شده. آ کورش بیان دست شپ و راستش تو سیاست نمیدونه، اصلا نمیدونه میرحسین موسوی چی، اصلا حسینی چجوری مینویسند،
آقا میرشی اصلا در مورد سیاست نمیدونه چی، تلویزیون سیاسی بود عوضش کرد. آقای اندیشه، حالا من نمیخوام بگم، من اصلا نمیخوام وارد بشم، بلکه بی اندیشه ای داشت درس میداد به ملت. فیلم های جمهوری اسلامی، فیلم های فرهنگی جمهوری اسلامی رو پخش میکردن و افتخار میکرد خود آقای نادر دورمانی. گفت امروز 40 تا 50 تا تلویزیون جمهوری اسلامی برای من فیلم فرستاد، مسائل فرهنگی و نم چیشی ایران، فرهنگ ایران. حالا بیا شما تفسیر بکنید، بیاد بکنید، ولی بگید از چه سمتی میکنید. آقای میرحسین موسوی گفت من تظاهرات که شما دارید میکنید تظاهرات منه، طرفداری از منه. دارید طرفداری از ایشون میکنید؟ بکنید. ولی ما طرفداری از آقای میرحسین موسوی، گفتم تا یه زمینه های، تا یه جاهایی که ایشون میتونه ببره ما رو جلو، ما باش میریم. ولی ما رو راستیم، ما آدمای ساده هستیم. میگیم آقای موسوی رفتی جلو، ما میذاریم زمین. رفتی جلو موسوی با خامنه‌ای برای من فرق نمیکنه. رفتی جلو با تو پشت سر تو میام یواش یواش. همین که رفتی جلو یه ذره جدا شدی، ما تو رو هم میزنیم زمین. حداقل اینکه من شرعت و شامت شدم این راحتی بگم آقا ما ملت میزنیم زمین. ولی که اگه توبه بکنی اون موقع داستان دیگه ایه. اگه قبل از که ما بزنیم زمین در یه موقعیت خوبی قرار گرفتی و اومدی توبه کردی، اون یه مسئله دیگه است از رفتارهای گذشته. اینی که این مسئله حساسه، به موی بنده، به موی بنده تمام سرنوشت 70 میلیون جمعیت ایران در دو ماه، یکی دو سه ماه آینده باز تکلیفش حداقل چی میگن زیربناش، فاندیشنش درست بشه. تا دو سه ماه بیشتر وقت نداریم ما، تا یکی دو سه ماه آینده از این حرکت ما باز استفاده کنیم. این حرکتی نیست که میرزا امیر قاسمی، آقای شبقیز، آقای فلان 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 واردش بشن. این دیگه کنسرت های دبی نیست. من خیلی متاسف شدم که اینا همه گزارش از تظاهرات دیروز دادن و تظاهرات در واقع همش این بوده که همش ایراد گرفتن، مسخره کردن، دو دوزه بازی میکنن. حالا بعد خط باز کنم، حتی یه ایده میان در مورد مسائلی که امروز با من صحبت، من که نبودم که اونجا، این مسائلی که دارم میگم تماشاگران عزیز ما هستن که با من در میون میذارن. به هر حال اجازه بدید که من برم و اینجا باز همون مشکل همیشگی ما هست که ما کولر نداریم. دو سه تا از یکی خریدیم، هواش سرد نکرد، احتیاج به قوی ترش داریم. بنابراین دو سه تا از آقایون خانما برای ما پول فرستاد، 3-4-500 دلار، گفتن این پول کولر، ولی که با یه دونه درست نمیشه، یک دو سه تا میخوان، نمیکشه. اینه که باز کسایی که دوست دارن میتونن تماس بگیرن و یه جوری به هر حال خودتون پول جمع کنید، یه کاری بکنید که سیستم خنک کننده جای دوست داشتید. نه مهم نیست، من بچه اهوازم، از این گرما هم نمیترسم، ولی بقیه نمیتونن در میرن. از این چند پیام بازرگانی ببینیم و برگردیم از حمید شبخیز و قاسمی و میرچی و کوروش بیبیان و نادر رفیعی و همه رو اسم میبرم، اینا بشکنه بالا بندازای قبلی، نمیدونم تلویزیون اندیشه آقای نادر دورمانی و آقای فرزان دلجو قهرمان سینمای فارسی و نمیدونم همه اینها که آقای اون آقای دیگه هستن که برادر آقای امیر مجاهد و تمام اینا، برگردیم و خواهش کنیم از ایشون که برگردید به راه ملت. خوب راهی دارید میایید، ولی که به راه ملت اجتماعی که ما گفتیم بیاد سیاسی شی، نه که سیاسی میرحسین موسوی بشید، سیاسی رفسنجانی بشید که همین پسرش هم بغل ما تو کانادا هستن، حمایت آقای رفسنجانی احتمالاً. میگیم سیاسی مردمی بشید، توده‌ای بشید، نه توده‌ای حزب توده، توده‌های مردم. خوردید 7-8 سال نوش جونتون، حالا که بخواد برگردید تو این سمت، از این ورم فکر میکنه حالا بازار داغ شده، مردم اصلا تلویزیون سیاسی نگاه میکنن، شما سیاسی میشید، در واقع سیاسی واقعی بشید، به قول خمینی به دامان ملت بیاید. ملت شما رو میبخشه، حتی نه قولای خمینی ها، خمینی این جملت رو میگفت، ملت واقعا شما رو ملت. هم یه چیزی خدمت میگه، ما ملت، ما مموریمون، حافظه چیز داریم، زود یادمون میره همه چیز. اینا میدونن، به حضرت عباس، به اون خدای بالا